بسم الله الرحمن الرحیم پرسان کرد گفت که صاحب ای بوتا را شما چرا چی فلس... چی چرا عبادت میگین فلسفه بت اینمی هست که بت پرستا همیش... چی میکنن خالق متعاله با پادشاه ها تشبیه میکنن در قرآن میگه لیس ک مثله شی مثل الله هیچ کس نیست اونا چرا میگه سایکو خوب قناعتت میتن چون اونا تشبیه میکنن خالق بر پادشاه مردم های جاهل زود از نگاه منطق قناعت میدن میگه مثلا وقتی که تو پیش یک پادشاه میری آیا ای پادشاه مستقیما رفته میتونی؟ میگه نیسته من رفتن هم چرا رفتن نمیتونی؟ میگه با خاطر از این رفتن که پادشا خادمی بسیار بزرگ است وارد. خب اگر میخوایی که با پادشاه عریضه تا پیش کنی چطور باید بکنی؟ میگه به خاطر ازی. باید پیش یکی از مقربین پادشاه بری پادشاه یا سکرتر داره یا رئیس دفتر داره یا اقاربش هست یا وزیرش هست تو پیش از او برو باز او عریضه تو را گرفته تو را گرفته میبره پیش پادشاه این گفت مردم،, مردم, های جاهل میگه کاملا درسته پس میگه پیش خالق متعالم که میری مستقیما رفته نمیتونی باید پیش یک شخصی که مقرب است پیش از او بیری بر از او رو که سجده بکنی باز او تو را بالا میکنن عریضی به خالق متعال میبرن امی گفت بر امر ابن الله حی گفتن عمر ابن الله حی گفت ای خوب بسیار فلسفی خوب است ای گفت درست است خیمه اعظمی مقربین کسی دارین گفت آسا ما بسیار بطه داریم که یا مقربین خداوند هستند باز یک رو را به نام حوبل برزی دادن ای از یاکوت سرخ جور شده بود یک دست شام قطع بود گفت ای ببر ای رسد آورد پیش خانه کعبه در پالوی خانه کعبه ماند و مردم اولین کسی که بود پرستی رو میگه در بین عرب ها رواج داد عمر ابن لحی بود آل اینجا یک نقطه که او را قرآن و سنت بر ما تشریح میکنه که عمر ابن لحی او را نمیفهمید پادشاه چرا مستقیما پیشش رفتن نمیتانی؟ پیش پادشاه و کلان و رئیس که رفتن نمیتانی این پادشاه و کلان دو مشکل دارد یک مشکلش محتاج است عریضه کلگیر خوانده نمیتونه پیش یک پادشاه روزانه ده هزار عریضه نمیتونه. پس این ده هزار عریضه رو نمیتونه به خاطر محتاج بودنش مجبور است که سکرتر بگیره مجبور است رئیس دفتر بگیره مجبور است معاونین بگیره که ایره کمک بکنه پس اگر این فلسفه را سر با, خالق متعال میگنه پس این انسان میفهمه که خالق متعال محتاج است در آیه که قرآن میگه که الله صمت، الله بینیاز است به میلیارد انسانه مشکلش خودش حل میکنه خودش عریضیش میفهمه و خودش برش جواب است قل هو الله احد الله صمد سمدیت یعنی بینیازی الله از سکرتر و رئیس دفتر و معاون و کمک کننده است و باز او پادشاهی که پیشش میری پیش رئیس یا پیش وزیری که تو میری و او تو را اجازه نمیته و تو مجبور استی که باید پیش یک مقربش بیری که تو را نزدیک بسازه او پادشاه ظالم است او خیانتکار است او جنایتکار است آدمای واسطه‌دار میمانه به واسطه را نمیمانه پس چطور این قیاس میکنی خالق متعال بالا از او در حالی که خالق متعال گفت که چی هسته؟ اذا سألك عبادی عنی فا قریب اگر بنده های ما دباری ما پرسان بکنه ما بر بنده خود نزدیک هستم در آیت قرآن دیگه آیت قرآن چی میگه؟ و نحنو لأقرب الیهی من حبل الورید ما بر بنده خود از شارگ گردنش هم کردن نزدیکتر هستیم پس وقتی او خالق بر تو از شارک گردن نزدیکتر است او او خالق عقیده داری که سمیع هست و هو سمیع العلیم او ذات سمیه است که میشنوه علیم است که میدانه الرحمن و رحیم است که بخشاینده و مهربان است مهربان است عریضه تو را در هر لحظه میپذیره پس او خالق متعال نیازی به سکرتر و رئیس دفتر نداره ولی مشکل چی است که مجسمه پرستا فلسفی همی است که او خالق است صمی بودنش قبول ندارن رحمان و رحیم بودنش قبول نداره میگه او خالق ما را نمیپذیره ما باید پیش یکی از مقربینش بریم که ای بر ما مهربانتر است باز ای دست ما را بگیره ما هم الا لیقربونا الى الله الزلفا آیت قرآن فلسفه بود پرستی رو بیان میکنه که بت چرا پیش بت میرن و قبر چرا میرن پیش قبر میگه ما نعبدهم ما اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الى الله ما خو الله را عبادت میکنیم بر از اینا رکوع بر از اینا نظر بر از اینا قربانی چرا شطور از زیر پای ای بط زبح می کنن چرا ای گوسفند زیر پای قبر زبح کنن؟ ای کن. می کنن میگن این فلسفه چی است ما عبود هم عبادت ما اینا را عبادت نمی کنیم الا مگر به خاطر از عبادت میکنیم لیقربونا الى الله که اینا باز ما را به با الله قریب بسازه آیت قرآن ای گفشان رد میکنه که ای پیغمبر اذا سألک وقتی که سوال کنن تو را عنی درباره من عبادی بنده های من فا اینی قریب من به بنده خود نزدیک هستم بنده ما دو بجه شو از خو بخیزه چرا گل بکنه اوزو بکنه و هیچ کس نباشه و دست دعا را به بارگاه ما بالا بکنه من و علیم هستم من مجیب هستم اجابت کننده دعا هستم من ای بنده خود دعایش را اجابت میکنم